در نهمین جشنواره بین‌المللی ادبیات صداهای جهانی پن در نیویورک، مفهوم شجاعت در هنر، سیاست و ادبیات موضوع اصلی جشنواره بود. این جشنواره که از 29 ماه آوریل شروع شد و تا 5 ماه مه ادامه داشت، میزبان بیش از 100 نویسنده از سراسر جهان، از جمله شهرنوش پارسیپور، رمان نویس نامی ایرانی بود که با کتاب جدید خود با عنوان Kissing the Sword, A Prison Memoir یا بوسیدن شمشیر خاطرات زندان در این جشنواره شرکت میکرد. کتاب جدید شهرنوش پارسیپور در میزگردی با حضور دکتر ناهید مظفری دانشیار میهمان در بخش علوم خاورمیانه و مطالعات اسلامی دانشگاه نیویورک و لارا وایت هورن ویرایشگر ارشد مجله پاز رونمایی شد. خانم پارسیپور بخشی از کتاب خود را که توسط سارا خلیلی روزنامه‌نگار، ویراستار و مترجم ساکن نیویورک به زبان انگلیسی ترجمه شده است برای حاضرین در جلسه خواند. ببینید، من الان لیست نویسندگانی رو که در این فستیوال جهانی صداها در پن بین المللی داره انجام میشه نگاه کردم. شما ده ها نویسنده رو میبینین که از نقاط مختلف دنیا آمدن و دارن صحبت میکنن. بسیاری از این نویسندگان مشکلاتی دارن در کشورشون که میخوان با جهان مطرح کنن و آمریکا رو جایی میتونن که میتونن بیان و اون حرفا رو بزنن و منم یکی از اونا هستم. کتاب بوسیدن شمشیر خاطرات زندان که در واقع نسخه کوتاه شده یک کتاب خاطرات زندان خانم پارسیپور است، رشته ای از تجارب و خاطرات سوریال زندان وی در دوران بعد از انقلاب اسلامی را به تصویر میکشد. خاطراتی که به گفته خود او هرچند تلخ و آزاردهنده، اما انگیزه جدی برای کار و فعالیت سخت‌تر وی در عرصه نویسندگی شد. من وقتی رفتم زندان سیاسی نبودم. البته مثل هر انسانی میگن انسان حیوانی سیاسی. یعنی به هر حال سیاست همیشه با شما هست، به این دلیلی که در جامعه زندگی میکنی. ولی این که الزاماً کارمند سیاست باشید و ایده یا اندیشه ویژه‌ای رو دنبال کنید، نه، من نبودم. فعلا در زندان برخورد کردم با افراد جوانی که مهم نیست عقیده سیاسیشون چی بود، مهم این بود که صاحب یک نظر بودن و این صاحب نظر بودن و این که خودشون رو کاندیدای یک کاری کرده بودن و سعی میکردن بدرخشن، تو صورتشون منعکس میشد و هوشیاری هاشون، شعورشون، درکشون و این جوانیشون که مثل یک چطور بگم یک خمیر زیبایی میجوشید میومد بالا و انسانیت رو میساخت، من رو سخت تحت تاثیر قرار میداد. شهرنوش پارسیپور که به عنوان نویسنده سبک ریالیسم جادویی معروف است، در این رمان داستانی بیش از اندازه واقعی را ترسیم می کند و با بازگویی خاطرات دردناک زندان تلاش دارد تا توجه جهانیان را به موضوع یکی از اساسی ترین مبانی حقوق بشر، یعنی آزادی بیان، جلب کند. بسیاری از نویسندگان ایرانی در ایران دارن رنج می برن. فضا تنگ، بسیاری از مسائل را نمی تونن مطرح کنن. حکومت جلوشون رو میگیره، کوچکترین تکانی بخورن ممکنه محروم القلم بشن و مرتب هم نویسندگانی رو داریم که در وبسایت ها می نویسن و دستگیر میشن و میرن زندان. من به تمام این نویسندگان هم از زن و مرد صمیمانه میگم فکر نکنید اگه جاتون رو عوض کنید الزاماً میتونید کار ادبیتون رو ادامه بدید. هر چقدر که مشکل این کار رو ادامه بدید و بگذارید از همونجا از داخل ایران شکوفا بشید و بعد به سوی جهان بیایید. خانم پارسیپور درباره نقش نویسندگان زن ایرانی و همچنین روند نویسندگی آنها در طی 30 سال گذشته چنین گفت. نویسندگان زن ایرانی بسیار دارن کار میکنن، کارشون در خور تعمله، خیلی هاشون استایل و سبک جدیدی در نوشتن آوردن که در تاریخ ادبی ایران بی سابقه است و خیلی هاشون دارن کارهایی میکنن که اصلا ادبیات ایرانی تکون میده و یک نوع و نحوه گفتاری جدیدی رو ایجاد میکنه. نسخه طولانی تر کتاب خانم پارسیپور با عنوان خاطرات زندان هم اکنون به طور دیجیتال از طریق وبسایت آمازون قابل خریداری است. ملودی صفوی، صدای آمریکا، نیویورک.